درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. خوشحالم که در خدمتتون هستم. سپاس دارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من میذارن که در خدمتتون باشم، همراه با مهمانان عزیزی که دعوت میکنم. دعوت من قبول میکنن، مطالبی که مورد نظر هست، مطالبی که نیاز به تحلیل داره یا گزارش داره خدمتتون ارائه بدم. از مهندس فرزاد در اتاق فرمان سپاسگزارم که من همراهی میکنن که کار من به درستی انجام بشه. مطالب مهمی رو و گسترده ای رو امروز در خدمتون دارم که مطرح بکنم همراه دوستان. اینه که وقت رو در این قسمت نمیگیرم، میریم به سالن و سلام و درود میگم به مهمانان عزیز. خانم حسینی بار دیگه در خدمتون هستیم، سپاسگزارم که تشریف آوردید، خوش آمدید. سلام دارم حضور شما و آقای دکتر لاجوردی گرامی، ممنونم از دعوتتون آقای افشین جان. خیلی متشکرم دکتر لاجوردی، باعث خوشحالیه که ما شما را از مسابقات والیبال کشیدیم بیرون و در خدمتتون هستیم. خوشحالم که در خدمتتون هستم و به شما خوش آمد میگم. امیدوارم که تندرست و سالم باشین و میدونم که چند روز پیش شما در لندن بودین و این روزا در پاریس هستین و هر دو شهر هم همونطور که خانم حسینی هم گزارش دادن بسیار بسیار گرمه و تقریبا میشه گفت غیر قابل تحمله. خوش آمدین جناب دکتر. من هم خوشحالم که در خدمتتون هستم. سلام و درود دارم به شما، به خانم حسینی و به همه هموطنانی که این برنامه رو دنبال میکنن. خوشحالم در خدمت. خیلی ممنون. امروز موضوع اصلی صحبت ما مربوط میشه به سازمانی است که اخیراً اعلام موجودیت کرده به نام شورای ملی تصمیم، که من فکر میکنم نیاز هست که راجع به این موضوع صحبت بکنیم. خانم حسینی عضو این سازمان هستند، من هم عضو این سازمان هستم و خانم حسینی یکی از کمیسیون ها رو، کمیسیون اگر اشتباه نکنم کمیسیون زنان هست که اداره میکنم، من هم در خدمت دوستان در چند تا کمیسیون هستم. ولی قبل از اینکه به اون قسمت برسیم چند تا موضوع کوچکتری بود، مهم و ولی کوچکتر که خدمت بینندگان عرض بکنم. چند روز پیش یک عکس خانومی رو نشون دادن در تلویزیون ها که جلوی یک وانت وایساده و خواهش میکنم اگه ممکنه نگه دارین که من راجع به صحبت کنم و التماس میکنه به راننده که بچه من مریضه، اجازه بدین برن و این راننده گوش نمیده. و این البته این تصویر که الان به صورت کاریکاتور هست من انتخاب کردم جای اصلیش که حالا مهندس فرزاد بعد از این ویدیوش هم نشون خواهد داد، ولی نکته ای که منو بسیار آزرده کرد، اگر ممکنه تصویر رو دو مرتبه نشون بدین، این بود که اون افرادی که دور این هستن، یکی میگه که به من چه، یکی میگه به ما چه، عرض شود حضورتون که بچه من که نیست، همسایه من که نیست، یه همچی چیزی. و این واقعا ما این صحنه ها رو در کشورمون میبینیم که دختران و مادران ما رو توی این وانتا میندازن و بعد میبینیم مرتب آقایون سلفی میگیرن و این عکس ها رو رد میکنن. من فکر میکنم که این اتفاقاتی که میفته در حقیقت ما مقصر هستیم، ما مردم مقصر هستیم. چرا باید یک وانت که ممکنه دو یا سه نفر توش باشن که این کارو بکنن اعتراضی نشه، حتی اعتراض نشه. یعنی ما حالا نمیگیم که گلاویز بشین با ماموران، ولی حتی اقل اعتراض بکنیم. و خواهش میکنم مهندس فرزاد اینو ویدیوش اگه ممکنه برای چند لحظه نشون بده.
بله، واقعا دلخراشه. من فکر نمی کنم توی هیچ کشوری یه همچین صحنه ای رو آدم بخواد بتونه ببینه. حتی من فکر کنم در طالبان افغانستان این همچین صحنه ای رو ببینید. برای اینکه خیلی کوتاه راجع به این صحبت بکنیم، میخواستم که نظر شما رو خانم حسینی داشته باشم، اگر ممکنه کوتاه، چون میخوام به مطالب دیگه هم برسیم. خواهش میکنم، بفرمایید. حتما آقای افشینجان، من عضو شورای ملی تصمیم هستم و همینطور مسئول کمیسیون آموزش و پرورش، ولی کمیسیون زنان هم وجود داره که خانم انتصاری مسئولشون است. در مورد گشت ارشاد، من هم این ویدیو رو دیده بودم و واقعا تکون دهنده است برخوردی که با این مادر میکنن. ولی بذارید به این نکته اشاره بکنم که در واقع این چنین برخوردهایی و داشتن گشت ارشاد یک استراتژی در جمهوری اسلامی است که فقط گشت ارشاد نیست، بلکه اخیراً همین دیروز من میخوندم که گشت بارداری رم تو بیمارستان گذاشتن. زنانی که باردار باشن نمیتونن هیچ کاری بکنن و این گشت های بارداری مواظبشون هستن. و خبر بسیار وحشتناکتر از اینها هم درست کردن حسینی ارشاد هست برای کودکان بین 3 تا 7 ساله که برن عزاداری یاد بگیرن. و هفته گذشتم احتمال خیلی زیاد دیدید که رشته های دانشگاهی مدیح سرایی و مرسی سرایی و نمیدونم خادمین مسجد، اینا شدن جزو رشته های دانشگاهی. من فقط میخوام بگم که افسوس میخورم برای ما، برای خودمون ایرانی ها که کارمون به اینجا کشیده. به این روز باید هموطنانمون رو ببینیم، ولی به جای همکاری، به جای اتحاد، به جای همبستگی شروع کردیم به خود زنی. بله دکتر لاجوردی، شما مگر نظری دارین راجع به این صحنه ای که دیدین؟ خواهش میکنم مطلبی بفرمایید. صحنه ای که نشون دادید متاسفانه در این 4 دهه گذشته مرتب تکرار شده به اشکال و انهای مختلف، ولی من خوشحالم که در این برنامه خانم دکتر حسینی که متخصص آموزش پرورش هستند و دیدگاهشون تا اونجایی که یادم هست بیشتر روی مسائل دختران هم بوده، حالا در موقعیت و مسئولیتی هستند که در این زمینه تلاش بیشتری رو داشته باشن، چون با افسوس خوردن هیچ راهی به هیچ جایی برده نمیشه. ما 43 سال داریم افسوس میخوریم، باید دید که راهکار چیه و دست از این افسوس خوردن برداریم و به امید برای آینده، برای امروز و فردای ایران بیاندیشیم. در خدمت. خیلی ممنون. 2 تا خبر دیگه هم که منو متاثر کرد و یا اینکه منقلب کرد این بود که خبر بود که 18 تا دانش آموز دختر رو کردسال توسط معلمشون مورد تجاوز قرار گرفتن و این آقا، این معلم، این به نظر من مادون حیوان، بهش 5 سال فقط زندان داده و گفته بوده که علتی هم که چرا 5 سال دادن، گفتن که این آقا گفته که من با اینها سیره خوندم، عقل سیرده کردم. و بعد میدونیم که افرادی هستن که حجابشون ممکنه درست نباشه، افراد میشناسیم، افراد بسیار نامداری هستن، تا 20-22 سال زندان گرفتن. و این منو به یاد سعید توسی میندازه که به حدود 20 و چند پسر که قاری
پدر مادرشون سپرده بودن دست این سعید طوسی که بهشون قرآن یاد بده و یا قرائت قرآن رو یاد بده، به اینا تجاوز کرده بودن و به خاطر همگامی با خامنه ای بیت رهبری ایشون پرونده رو بستن، اصلا کلا بستن و چند نفری که بودن رفتن باهاشون صحبت کردن، یکیشون بود که اصلا اجازه نمیداد، رفت در ترکیه شکایت کرد. خب این یکی بود. دیگر این که آقای وحید اشتری، کسی که افشاگری کرد راجع به خرید سیسمونی خانواده قالیباف و ایشون الان برای 2 سال حکم زندان بهش داره، یعنی کسی که اومده گفته که وقتی که میگن از کالاهای داخلی استفاده بکنین، مسافرت نرین، نمیدونم از این صحبت ها، کسی که مردم در کشور دارن از گرسنگی میمیرن ولی این خانم های آقایون برای خرید سیسمونی میرن به ترکیه. حالا من این دوتا رو با همدیگه گفتم، اگر دوستان اگر مطلبی دارین آقای دکتر لاجوردی، اگر مطلبی راجع به این دوتا موضوع دارین بفرمایید. من هم سوالم از خانم حسینی خواهم کرد. بفرمایید. من بحث خاصی ندارم، فقط برمیگردم به سابقه که در کشوری که شما زندگی میکنید، احتمالا در شهری که شما زندگی میکنید، چندی پیش رئیس پلیس هم که با 7 خانوم برهنه مشغول نمیدونم مسائل مختلف بود، فعلا در کاناداست. منتظر این باشیم که این 2 نفرم سر از اونجا در بیارن. ولی برمیگردم به قسمت اول صحبت، میگم که اینا همه درده، با درمان شروع بکنیم. در خدمت. بله. خانم حسینی اگر شما مطلبی دارین خواهش میکنم بفرمایید. آقای دکتر لاجوردی اشاره کردن به این موضوع که افسوس کافی است و باید راهی پیدا بکنیم و این واقعیتیه که ما امروز به خصوص امروز با این مسئله روبرو هستیم. این ناهنجاری های فرهنگی که در کشورمون روز به روز به شکل‌های مختلف نشون داده میشه و بیشتر میشه، به نظرم اگر بیشتر از این بشه، ما ایرانی ها تک تک در ادامه اون مقصر هستیم. بله، خیلی ممنون. چند تا موضوع دیگه بود که من ازش فعلا میگذرم. یکی موضوع استرداد مجرمان، قرارداد یا معاهده بین استرداد مجرمان بین ایران و بلژیک، و از این میگذرم در اینکه موضوعی است که میشه راجبش صحبت بکنیم. ولی نکته ای که میخوام اشاره بکنم، امروز معاون امور بین المللی قوه قضاییه ایران سوئد رو تهدید کرده که مواظب خودتون باشین و زیاده روی نکنین. منظورشون از آزاد کردن حمید نوری هست. یعنی یه همچین قراردادی که امضا شد و رأی گرفت، برای 79 رأی مثبت در مقابل 41 رأی منفی، یک همچین بلافاصله جمهوری اسلامی از این موضوع به قول معروف بول میگیره و میاد برای آزاد کردن عرشبت حضورتون اون جنایتکارشون در سوئد تهدید میکنه. من میخوام اینو بگم، یعنی روی سخنم به دولت بلژیکه. شما به گروه امنیتی اروپا توهین کردین که اینا رو گرفتن، این آقای اسداللهی رو گرفتن. به قوه قضاییه خودتون توهین کردین که 20 سال یا به گفته ای حبس ابد که در اروپا ندارن، حدود 20 سال هست، به اون قوه قضاییتون هم توهین کردین و این واقعا باعث تأسف هست برای اروپا که یه همچین کاری رو انجام دادن. ما میفهمیم که میخواستین یک کسی رو نجات بدین، یک تبعه بلژیکی رو نجات بدین، ولی این دلیل نیست. دلیلش این باعث میشه که تروریست ها
تشویق بشن برای کارهای دیگه، در حالی که راه حل‌های دیگه هست که مسلما خودشون میدونستن ولی اون مسیر رو نرفتن. خانم حسینی اگر مطلبی میخوان راجع به این موضوع بگین، چون برای من مهم بود که این مطالب رو مطرح میکنم و نظرات شما فرهیختگان هم داشته باشم، بفرمایید. بله، متاسفانه این مسئله رأی آورد در پارلمان بلژیک، علی رغم تلاش زیادی که دوستان و ایرانی هایی که در جای مختلف بودند، فعالین حقوق بشر، به نظر من فعالیت های خوبی انجام دادند و حتی منتظر این مسئله بودند که ممکنه رأی هم نیاره. و درسته که 79 رأی مثبت آورده، ولی کسانی که رأی منفی دادن و همینطور رأی ممتنع، فکر میکنم حدود 66 رأی هم بود و خب فاصله کم بود و نشون دهنده این هستش که این دوستان و این کسانی که در بخصوص در بلژیک هستن و فعالیت های زیادی داشتن، به فعالیت هاشون خاتمه ندن و این رو ادامه بدن. نکته دومی که میخواستم بگم این بود که متاسفانه دیدیم که احزاب چپ و سوسیالیستا بیشترین رأی رو به این تصمیم دادن، که به نظرم این هم باز یه نکته هستش که واقعا من هر موقع فکر میکنم به این که چرا دوستان چپ و سوسیالیستا به دنبال جمهوری اسلامی میرن، به دنبال تصمیمات پوتین میرن، به دنبال پس دادن آقای اسداللهی میرن، چی فکر میکنن و کجا هستن؟ چرا خودشون رو، تصمیماتشون رو، نقششون رو در امروزی که ما مواجه هستیم با یک حکومت جنایتکار، حکومتی که کوچکترین کاری برای مردم ما نمیکنه، چرا دست بر نمیدارن، از حمایت دست بر نمیدارن؟ من فقط بازم میگم من واقعا متاسف هستم، ولی ناامید نیستم از اینکه بخوایم، هنوز هم وقت هست برای اینکه بخوایم کارهایی بکنیم، ولی بسیار افسوس میخورم. بله، نه کاملا درسته. من هنوز هم امیدوار هستم که در دادگاه های عالی اروپا این توقف پیدا بکنه. نکته ای که قابل اهمیت هست میخوام بگم اینه که باید از تمام کنشگرانی که بسیار بسیار سعی کردن، من شاهد بودم، از دور شاهد بودم، واقعا روی اعتراضاتی که کردن در شهرهای مختلف، در بلژیک، در جاهای مختلف، بسیار کار درستی رو کردن. از جمله خود ما در کانادا یک سازمانی هست به نام CDI، Canadians for Democracy in Iran، که تازه تأسیس شده، من هم جزء اون هستم. دو تا نامه فرستاده شد، یکی به آقای ترودو، وزیر نخست وزیر کانادا و نخست وزیر بلژیک و چند تا از وزرا، و اونم به اصطلاح کانتریبیوشن ما بود که کردیم. دکتر لاجوردی، شما نکته‌ای دارین؟ خواهش میکنم بفرمایید راجع به این موضوع. من هم مثل شما متاسفم، همه فرمایشاتتون شما و خانم دکتر حسینی کردید، من هم موافقم، منتها مشکل رو از دولت بلژیک و دیگر دولت‌های حامی نبینیم، مشکل رو از خودمون ببینیم که ما کسی نیستیم. ارزی نداره. بله، نه کاملا حرف درستیه، قابل تأمل. بریم به صحبت اصلیمون. سازمانی در به نام شورای ملی تصمیم در مرداد سال گذشته 1400 تأسیس شد و این لوگوی جدیدش هست. تغییراتی هم در این لوگو خواهیم دید به زودی، حالا راجبش صحبت نمی کنم تا اینکه خود لوگو کامل بشه. تأسیس شد توسط افرادی از داخل ایران که حدود 11 نفر اگر اشتباه نکنم، خانم حسینی من میتونن کرکت بکنن، از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر که در حقیقت اونا انیشیت کردن، و بعد از طریق دوستان دیگه‌ای که در خارج از ایران هستن این بزرگ شد و حدود یک سال طول کشید تا حدود هفته گذشته و این اعلام موجودیت کردن. از جمله کسانی که جزء لیست هستند،
آقای دکتر کمال جعفری هست که ایشون در زندان هستن، جزء سخنگوها هستن و البته یه عده ایراد میگیرن که چرا کسی که تو زندان هست سخنگوه، ولی خب ما یه چیزایی هم داریم به نام سمبولیک، یه مقدار چیزایی هم داریم به نام احترام دیگران و درسته که در انفرادی هستن، ولی دلیل نمیشه که نتونن مطالبشون رو بگن. کما اینکه ما در زندان‌های ایران بعد از خاموش باش انواع اقسام مواد مخدر رو داریم، فرستادن یه بیانیه یا هر چی دیگه مسئله نیست. در هر صورت این بیانیه حدود 60 یا 70 نفر در داخل ایران هستند که اسمشون رو غیر از چند نفری که خواسته بودن اسمشون گذاشته بشه، بقیه به صورت ناشناس هستند به خاطر امنیت خودشون و خانواده‌شون. حدود 100 خورده‌ای هم جزو کسایی هستند که عضو هستند و در حدود همین حدود 100 تا هم حامی هستند که این البته از روزی که این اعلام شده چند تایی استعفا دادن و چند تا و تعداد بیشتری هم گرویدن پیوستن. بنابراین این یک شنبه کوچیکی بود. من میخواستم که از خانم حسینی خواهش بکنم که راجع به این مطالبی که گفتم و مطالب دیگه‌ای که به نظرتون میرسه اضافه بکنی که بعد برسیم به اون اصل 6 اصلی که راجعش بخوام صحبت بکنیم و مطالب دیگه. بفرمایید، خواهش میکنم. بله، من دوست دارم ابتدا بگم که چرا اصلا عضو شورای ملی تصمیم شدم. دلیل اولی که داشتم این بود که خب دوستان، در واقع نطفه این حرکت در داخل بسته شد و دوستانی که همونطور که شما اشاره کردین از بیانیه 14 نفر این ایده رو به خارج از کشور در واقع هدیه کردن و خواستار این شدن که در این زمینه فعالیت بشه. در نتیجه دوستانی که چند نفر از دوستانی که در خارج از کشور هستن من جمله آقای دکتر نقره‌کار و آقای خورسندی، آقای هودشتیان و چند نفر دیگه از دوستانی که اونجا در اون جمع حضور داشتن شروع به اصطلاح برنامه ریزی و اینکه چه کار باید کرد رو با هم پیش بردن. من فکر میکنم که اینکه از داخل این نظر اومد و این پیشنهاد اومد بیرون، من فکر میکنم این بسیار مسئله مهمیه، بسیار اهمیت داره، چون خیلی وقت است در خارج از کشور هستم، آقای دکتر لاجوردی رو و فعالیتاشون رو شاهد بودم. ما خیلی تلاش کردیم، خیلی در واقع من خودم شخصا میخواستم در جایی باشم که بیشتر ایرانی ها با نقطه نظرات متفاوت، با گرایشات مختلف، همه رو در یک جبهه، در یک شورا ببینم. و به این دلیل وقتی که از سازمانی که بهش تعلق داشتم اومدم بیرون، دیگه نرفتم تویش سازمان و حزب دیگه ای. من بیشتر طرفدار همبستگی، اتحاد و در جایی که به شکل شورا باشه. پس یک دلیلی که پذیرفتم این مسئله بود که از داخل اومده بود و شکل شورایی داشت و این به اصطلاح نقطه قوتش هست، این کسرتی که در میان به اصطلاح تفاوت نظر و گرایشات مختلفی که در بین این اعضای شورای ملی تصمیم وجود داره، داره نمایندگی میکنه اون گرایشات مختلفی که در ایران هست. و نکته دیگه که باز شد که خب علاقه من بشم و فکر بکنم روش، مسئله همون 6 ماده ای هست که شما بهش اشاره کردید. من فکر میکنم بسیاری از ایرانیان که در خارج از کشور هستن این 6 ماده رو قبول دارن، ولی به هر حال اگر بعداً بحث کنیم راجع به اون، من این رو فعلا میذارم. و نکته دیگه که میخواستم بهش اشاره بکنم، به نظر من چون این ایده در داخل کشور ریشه داره و ما در خارج از کشور حالت برگ و ساقه و نمیدونم گلهای اون رو داریم، برای من خیلی دلنشین هست که این بار در داخل کشور این حرکت آغاز شد، چون ما اپوزیسیون خارج از کشور به نظرم
من که ناامید شدم، ناکارآمد بود، نمیشه با هم همکاری کرد به دلایل مختلف، اگر خواستید بعدا بهش میپردازم. ولی این امیدواری وجود داره که شورای ملی تصمیم با توجه به اینکه الان 170 نفر عضو داره و همونطوری که شما گفتید 60 تا 70 نفر در خارج، در داخل اسامیش گفته نمیشه، 100 نفر هم در خارج از کشور اسامی گفته شده و کسانی که خودشون رو معرفی کردن آقای مهدوی فر هستن، دکتر کمال جعفری هستن، محمد نیکبخت هست، خانم شهلا انتصاری هست، یعنی دوستانی که در داخل و شجاعانه قدم جلو گذاشتن و نظرات خودشون رو بیان میکنن، من افتخار میکنم اگر بتونم خدمت کوچیکی از دستم بر بیاد در این شورا انجام بدم. بله، چند تا نکته مهمی رو اشاره کردی، من فقط تاچ میکنم روش، نکته کوچیک رو میگم. یکی راجع به تکثر گفتیم. تکثر به این صورت که ما همیشه یک کسانی رو که دور خودمون جمع میکردیم کسانی بودن که همفکر ما بودن و هستن، ولی در این مورد افرادی هستن که همفکر من نیستن، ممکنه همفکر شما هم نباشن و من تو این کمیسیون ها دیدم و اگرچه ممکنه مورد قبول من نباشن، ولی در حقیقت این واقعیتی است که ما در ایران آینده خواهیم دید. کسایی هستن که من قبولشون ندارم یا اونا قبول ندارن، ولی به همدیگه احترام میذاریم. این نکته رو دکتر لاجوری در مجالس مختلفی راجع به صحبت میکنه که من ازش حالا بعد از این نکته کوچک ازشون خواهش میکنم که یه مقدار بیشتر مطرح بکنن. نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که ما زود هنگام این کار کردیم، بنابراین ما یه نقایصی داریم و این نقایص رو داریم هر روز داریم برطرف میکنیم و این یک سازمان نوپا هست و البته به خاطر همین که ما زود هنگام، من شخصا مخالف بودم که به همین زودی انجام بشه چون رسانه ما کاملا نبود، ولی الان تقریبا آماده است، ولی کارهای دیگه هم هست که ما باید انجام میدادیم و اون ایرادایی که در ابتدا از ما گرفته شد نباشه. قسمت آخر این که راجع به مطلبی که گفتین، چیزی که برای من شخصا خیلی بسیار مهم بود بودن افرادی که در داخل کشور هستن. تمام یا اکثر گروه هایی که تشکیل شدن هیچ ریشه‌ای در داخل نداشتن، همه در خارج بودن، در حالی که ما هممون داریم میگیم، همیشه هم گفتیم اگر کاری قراره انجام بشه در داخل قراره انجام بشه نه در خارج. بنابراین ما یک ادوانتج داریم، یک اپورتونیتی، موقعیت خوبی داریم که اون افراد در داخل هستن و هر کدوم اونا هم یک ریشه ای برای خودشون دارن. دکتر لاجوردی، من از شما کمک میخوام راجع به این موضوع تکثر و مطالبی که شما در بسیاری در سمینارها مطالب مطرح کردید و همینطور در یکی از سمینارهایی که با حضور جناب عالی و دیگران ما در همین تورنتو داشتیم، آسیب شناسی اپوزیسیون، اگه ممکنه خواهش میکنم مطالبی راجع به موضوع فرمایید. در مرحله اول باید بگم که بسیار خوشحالم که به هر حال شورای جدیدی تشکیل شده بر اساس اصولی و این اصول به هر حال کسانی که امضا کردند، شما خانم دکتر حسینی و بسیارانی دیگر و تعدادی در داخل کشور، فکر روش شده و اعلام موجودیت کرده. ولی برای من سوال هست، سوال اینه که من توی یک بررسی کوتاهی که در عرض این 43-44 سال کردم، متجاوز از 1000 سازمان، حزب، شورا، انجمن، کانون و یا چیزهای دیگه تشکیل شده. چندی پیش من توی یکی از این برنامه‌های هفتگی خودم در رابطه با شورای مدیریت گذار صحبت کردم و صحبتم به این ترتیب بود که اونها از من دعوت کردند که من هم عضو اون شورا بشم. منم گفتم با کمال میل حاضر هستم، فقط یک سوال دارم. اون سوالم اینه که شما 5 نفر، یعنی آقای شریعت مداری، آقای سازگار، آقای آهی، آقای مهران براتی، آقای فریدون احمدی
تو این چند سال گذشته، تو این 4-5 سال گذشته 4 تا سازمان درست کردید و بسیاری کنفرانس گذاشتید با هزینه های بالا. به من بگید چرا اونها موفق نشده و چرا شما موفق میشید؟ به من گفتن که تو فقط بیا امضا کن، بعدا در این زمینه صحبت میکنیم. حالا خوشبختانه شما به من گفتید که هر کسی که بخواد عضو بشه باید که یک گروه معتمد اونها رو تایید بکنه و بعدا عضو بشن. من رو به یاد این انداخت که وقتی که من میدونید کار دانشگاهی میکنم، وقتی که کسی توی ایران یا تو هر جای دنیا میخواد که به کادر دانشگاهی بپیونده، به کادر آموزش بره، تدریس بکنه، یک گروه 3 تا 5 نفری از اساتید اون دانشگاه اون آدم رو دعوت میکنن که بیاد و ازش سوالاتی میکنن که ببینن که این واجد شرط هست یا نیست. اولین سوال برای من این بود که اون کسانی که گروه اعتماد رو تشکیل میدن چه صلاحیتی دارن و خودشون صلاحیتاشون از کجا تایید شده؟ کما این که در دانشگاه ها وقتی نگاه میکنید تک تک اون آدم هایی که حضور پیدا میکنن خودشون این مسیر رو طی کردن، این مسیر رو طی کردن و پذیرفته شدن. ولی من بازم دارم میگم خوشحالم که شورای ملی تصمیم بعد از همه این شوراها راه به جایی ببره و کار رو انجام برسونه، چون به هر حال یک هدف وجود داره، اون هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگشت، حداقل من در مورد خودم صحبت میکنم، به ایران هست و از این حقارت نجات پیدا کردن. باز در اینجا یه نکته‌ای رو جناب افشین جان میخوام اشاره بکنم. گذشته از این که شما در رابطه با کنفرانس آسیب شناسی اپوزیسیون صحبت کردید، 8 سال پیش ما در انجمن پژوهشگران ایران که ماه گذشته شد 30 سالش، خانم دکتر حسینی در جریان کامل هستند، 8 سال پیش ما یک پروژه برای آینده ایران اعلام کردیم. این پروژه 30 تا کمیسیون توش بود، از کمیسیون زنان گرفته تا کودکان کار تا مسئله سپاه تا مسئله محیط زیست و بسیاری دیگر. اعلام کردیم که یک صورت هزینه دادیم، الان روی اینترنت هست، همه میتونن ببینن. برای 1 سال کار ما 2,200,000 دلار پول میخواستیم. این همون پروژه است که موقعی که شورای ملی آقای افشینجم که شما هم عضوش بودید تشکیل میشد، شاهزاده رضا پهلوی از من خواستن که این پروژه رو ببرم به شورای ملی، که من در پاسخ ایشون گفتم که خواهش میکنم خود شما به شورای ملی نرید، وای به این که حالا بخواید که از من دعوت بکنید که ماجرای مفصلی داره. اگر این شورای ملی تصمیم، اگر اشتباه درست گفته باشم نام رو، بخواد راه به جایی ببره، باید به مردم شفافیت خودش رو نشون بده و اعلام بکنه که کی هستیم، کجا هستیم، چه میکنیم، کمیسیونی که درست میکنیم هزینه هاش از کجا تامین میشه و به چه شکل این تحقیقات انجام میشه. ببینید خانم دکتر حسینی اشاره کردن به شجاعت افرادی که در داخل ایران هستن. شجاعت الزاماً برابر با فکر نیست. من اصلا برای اینکه سوء تفاهمی نشه این مسئله رو تأکید بکنم، نه به این معنا در مورد 14 نفر، به طور کلی عرض میکنم. کما اینکه آقای دکتر مسعود نقره‌کار یک کتابی در مورد لات‌های ایران دارن، تو این کتاب لات‌ها از چند تا آدم استفاده میکنن، مثل شعبون بیمخ، مثل نمیدونم رمزون یخی، مثل نمیدونم کی، میگه که این ها لات‌هایی بودن که بسیار شجاعت داشتن، میومدن تو میدون چه کار میکردن. شجاعت چی رو حل نمیکنه آقای افشین جان؟ شجاعت یک مرحله از هیجانه، اگر که ما بهش بتونیم بپردازیم. بحثی که مطرح هست بحث فکری است، بحث فکری به این معنا که ما در زمان رضا شاه شاهدش بودیم. رضا شاه
وقتی که نخست وزیر شد و بالاترین قدرت رو در ایران داشت، دعوت کرد از بزرگان ایران که بیاین بنشینید، بگید آقای داور، بگید دادگستری چیه، آقای تیمورتاش بگید امور خارجه چیه، آقای سعید نفیسی بگید ادبیات چیه، آقای دکتر سیاسی بگید دانشگاه چیه، و بسیاری از این چیزها. اون صاحب فکر بود. من امیدوار به این هستم که چون تنها راه نجات ایران رو فکر کردن میشناسم، فکر بدون ایدئولوژی، بدون تمایل به جمهوری یا پادشاهی، بدون اینها ما باید بتونیم اون 50 نفرمون رو پیدا بکنیم، نه به دنبال کسب قدرت، نه به دنبال سخنگویی، نه به دنبال نمیدونم این مقام و اون مقام. مسئله در اینجاست که کار امروز ایران با عملگرایی به نتیجه میرسه، نه با شخصیت گرایی. اگر این رو بپذیریم میتونیم بحث رو ادامه بدیم. در خدمت. خیلی ممنون خانم حسینی، از شما کمک میگیرم. کدوم یکی از این پرسش‌های سختی کردن شما میتونید پاسخ بدید، من بقیهش رو ادامه بدم. خواهش میکنم، بفرمایید. مرسی. بله، من یادداشت کردم صحبتایی که ایشون کردن. اولا کاملا درست میگن در مورد این که حالا ایشون تحقیق کردن در مورد اینکه 1000 گروه ایرانی ها درست شده و هیچ کدومش هم به اونجایی که انتظار داریم که موفقیت آمیز باشه نرسیده. ولی آقای دکتر لاجوردی، شما خودتون استاد هستین، شیوه مبارزه در ایران یک شیوه جنبشی است و هر گروهی که در داخل تشکیل شده و هر گروهی در خارج از کشور تشکیل شده، هر کدوم به اندازه توانایی خودشون یک مقداری دانش، آگاهی، تجربه، فکر، تئوری ریخته توی این جنبش. من راستش فکر میکنم که به خصوص در ایران این مسئله خیلی اهمیت داره که از جنبش سبز به بعد، با توجه به اینکه دیگه ما مطمئن شدیم که شیوه مبارزه مردم شیوه جنبشی هست و تک رهبری نمیخوان، شعار مشخص دارن و هویت جمعی در بین اون جنبش های مختلفی که در ایران وجود داره شکل گرفته. مثلا بازنشسته ها شعار خودشون رو دارن، کارگر شعار خودشون رو دارن، معلمین همینطور، زنان همینطور. این ساده به دست نیومده به نظر من. یعنی جنبش های اجتماعی که در دنیا الان به بهترین شیوه مبارزه تبدیل شده، من فکر میکنم که ایران در سال 2009 که جنبش سبز شروع شد جزو اولین کشورهایی بود در منطقه که به این شیوه دست پیدا کرده. بنابراین شیوهی که الان شورای ملی تصمیم در نظر داره به پیش ببره، در واقع خیابان هست، میدان هست، همون کاری که در بسیار از کشورها انجام گرفته. میخوان به خواستشون در خیابان برسن. نکته دومی که وجود داره و از خصوصیات این جنبش هست، استفاده از فضای مجازی به عنوان ابزاری برای بسیج نیرو و دادن اخبار به همدیگه. مسئله دیگه که مهم هست ادامه پیدا کردن این اعتراضات هست. وقتی صحبت از شجاعت می کنیم، در کنارش هم مقاومت هم باید بذاریم. به نظر من شجاعت، مقاومت و به اصطلاح مداوم بودن حرکات اعتراضی که در ایران شده، در واقع میتونم بگم شورای ملی تصمیم از اینجا وجود اومده، از خیابان درست شده، از زندانها درست شده. و من هم الان دیگه یاد گرفتم که 100% نگم که موفق میشن، ولی به هر حال نیرویی است که برآمده از اون شکل نوین مبارزاتی در داخل کشور و فکر میکنم که این میتونه یه نکته پوان مثبت باشه برای شورای ملی تصمیم. و چگونگی انتخاب افراد هم اونطوری که شما فرمودین نیست. به این شکل مثلا
من رو آقای ایکس معرفی کرده، معرف من بوده، من اسم من و سی وی من، بیوگرافی من داده شد به تمام اعضای شورای ملی تصمیم. تمام اعضای شورای ملی تصمیم رأی دادن، رأی مثبت، رأی منفی. خب اونایی که رأی مثلا 50 به علاوه یک رأی آوردن به عنوان عضو انتخاب شدن، و اونهایی که رأی نیاوردن خب طبعا نمیتونستن عضو باشن. در مورد شفافیت ببینید، من در اون گروه هایی که میگم، گروه هایی که همه با هم بودن، یا مثلا انجمن پژوهشگران که به هر حال کارهای تحقیقی میکرده و این مورد توجه و قبول خود من بوده، در چنین جریاناتی من شرکت کردم. در اون اتفاقا در اون کنفرانس ها هم شرکت داشتم. و آقای لاجوردی، به دلیل اینکه شفافیت من در اونجا ندیدم، ازش اومدم بیرون. و الان نمیتونم 100% به شما بگم که همه چی در مورد شورای ملی تصمیم میدونم. ما ایرانیا همیشه مشکلاتی رو به دست خودمون درست کردیم، به دست خودمون خراب کردیم، به دست خودمون داغون کردیم، و به دلایلی که به نظرم اینجوری میرسه که یه مقدار ریسکیه، یه مقدار نبودن آگاهیه، یک مقدارش این هست. اگه شما دقت بکنید در هر گروهی ببینیم که کسانی که در شورای ملی تصمیم هستن در گروه های دیگه هم هستن، همین جوری از این شاخه به اون شاخه پریدن و در یک جایی نیستادن، حرف درست رو دنبالش نرفتن، باعث شده که ما مرتب به شکست برسیم. در مورد هزینه، تا اونجایی که من میدونم، خیلی هم حساس هستم به این مسئله، هیچ هزینه از جای تا به حال شورای ملی تصمیم نداشته. همه حق عضویت میدن و از اون حق عضویت استفاده میشه. تقریبا همه داوطلبانه کار میکنیم. شما گفتید که بحث فکری مهم هست. کاملا درسته. من خودم در کمیسیون آموزش و پرورش یک برنامه نوشتم. دوست دارم براتون بفرستم، نظرتونم بخوام. اگر در اون مورد فیدبک به من میدید خیلی ممنون خواهم شد. در دو قسمت هست اهداف و راه کارها. یکی برنامه‌ای که برای دوران گذار ما داریم. در برنامه دوران گذار چه کارها باید بکنیم؟ مسائلی رو که پیش خودمون تصور کردیم به درد میخوره در دوران گذار، ما در مانیفست گذاشتیم. و اون برنامه کوتاه مدته. برنامه طولانی مدت برای بعد از گذار هست، که اون در واقع عوض کردن سیستم آموزشی کشور و کاملا دین و سیاست رو از محتوای آموزشی درآوردن، و برنامه‌ای که منطبق باشه بر علم و دانش و دستاوردهایی که در دنیا وجود داره بر اساس تکنولوژی ها. در نتیجه من فکر میکنم این 16 کمیسیونی که در شورای ملی تصمیم وجود داره، هر کدوم داره چنین برنامه‌ای هستن. بنابراین فکر است. من فقط یک حرف آخر رو بزنم آقای افشینجان با اجازتون. بسیار من موافقم در مورد عملگرایی، و چیزی که من در شورای ملی تصمیم دیدم اتفاقا بیشتر عمل کردن است و کمتر صحبت کردن. بله، خیلی ممنون. خیلی کار من راحت کردین خانم حسینی. مطالب مهمی رو گفتین. من چند تا خیلی سریع میخوام برسم به دکتر لاجوردی اضافه بکنم. هیچ گارانتی نیست که این سازمان موفق بشه. اینو باید اذعان بکنیم. هیچ سازمانی در حقیقت نمیشه گارانتی کرد. فرقی هم نمیکنه آی بی ام باشه یا مایکروسافت باشه یا آی بی ام باشه یا ببخشید اپل باشه. بنابراین سعی خودمونی میکنیم. اگر نکنیم چی کار بکنیم؟ راجع به هزینه ایشون اشاره کردن. تا الان ما هیچ هزینه ای از نداشتیم. اگر داشتیم تمام عضوها خودشون پرداخت کردن. ما پرداخت هایی داشتیم به عنوان عضویت، که از این عضویت برای اطلاع عموم داریم میگیم مقداریشو به اعضای خانواده های زندانی های سیاسی هم دادیم، اگرچه بسیار کم بوده، ولی در هر صورت تا اونجا که تونستیم این کارو کردیم. و من خیلی بسیار غرور دارم راجع به این موضوع که این کار انجام شده. راجع به من قبلا راجع به این که ما آمادگی نداشتیم برای این کار، و برای همین چند نفر جزء اعضایی که گفته میشه ممکنه که صلاحیت نداشته باشن جزء این سازمان باشن، در کمیسیون تحقیق و تفحص اسمشون گذاشته شده که راجع به گذشته اینا تحقیق بشه. یکی از این افراد
خودشون به محصی که بهشون اپروچ شد، نزدیک شد، خودشون استعفا دادن و رفتن و کار درستی هم کردن. این چند نفر هم امیدوارم که ما به نتیجه برسیم و اون موضوع تکثرم باید در نظر بگیریم. ما ممکنه کسایی داشته باشیم باهاشون موافق نباشیم، ولی دلیل نمیشه که اونا در حقیقت اون حیولاهایی باشن که برای ما مجسم میکنن. دکتر لاجوردی، من زیاد صحبت کردم، فقط باید وقت داشته باشین که من اون 6 تا اصل رو بعد از که شما فرمایشتون کردین خدمتتون بگم که بینندگان عزیزم بشنوم. خواهش میکنم، بفرمایید. من تو این 1 دقیقه که فرصت دارم حرف بزنم، فقط یک اشاره میکنم که خانم حسینی اشاره کردن در مورد چند تا سازمانی که بودن و آخرشون اسم انجمن پژوهشگران ایران آمد و ایشون گفتن من به دلیل عدم شفافیت و فکر کنم که ایشون اصلاح خواهند کرد، و چون ایشون هیچ وقت عضو انجمن نبودن و ما بیکار دلیل شفاف نبودن. حتما، ممنونم. آقای افشین جان، ببینید، برنامه شما برنامه بسیار بسیار جالبی است، با زمانی محدود و فرصت بسیار کوتاهی که ارائه میکنید. من فکر میکنم که اگر یک نفر دیگه از شورای ملی تصمیم در اینجا حضور داشت، به من 1 دقیقه وقتم نمیرسید، ولی من گله ندارم، چون به هر حال شما صاحب برنامه هستید و به خصوص که 2 نفرم از شورای ملی تصمیم حضور دارن، دیگه باید دستار برد بالا تسلیم شد. خانم دکتر حسینی، من بزرگترین مشکل رو در جنبش خیابانی میبینم. اونجاهایی که مطرح میفرمایید که جنبش خیابانی به دنبال یک فکر به وجود میاد، جنبش خیابانی خطرناکترین جنبشه. یعنی این که توی جمهوری اسلامی پیش خواهد آمد که مردم به دلیل گرسنگی و فقر میریزن تو خیابون، غارت میکنن و 2 تا کمیته چی میشن، رئیس کمیته و نمیدونم چی چی و چی چی، به آخرش خمینی از آب در میاد. این جنبش خیابانیه. جنبش خیابانی اون جنبشی است که متاسفانه ما بدترین تجربهش رو در آخر قرن 20 و در امروز قرن 21 داریم. جنبش خیابانی یعنی چی؟ جنبش فکری است. جنبش فکری است که آدم باید که ببینه که چه برنامه‌ای رو میتونه ارائه بکنه و به جایی برسونه. اینی که شما میگید که نمیدونم ما با حق عضویت، آقای افشین جان، شما که در جریان هستید، که شما که پیشگفتار کتاب آسیب شناسی رو نوشتید، شما که اونجا اعلام کردید که تا نمیدونم 12 یورویی که فلان کس دلاری که داده بود اعلام کردید. بحث کاره. من اگر که در کمیسیون آموزش پرورش بخوام کار بکنم و یک پروژه کوتاه مدت و یک پروژه بلند مدت رو اعلام بکنم، طبیعتاً باید از متخصصین استفاده بکنم. متخصصین اگرچه ممکنه عاشق ایران باشن، ولی برای زندگیشون، برای ادامه خرج روزمرهشون باید کار بکنن. تو اون پروژه‌ای که ما برای آینده ایران برای 2,200,000 دلار اعلام کردیم، گفتیم خانم حسینی شما بیاید در مورد آموزش پرورش کار بکنید با شرط صلاحیت، 6 ماه کار بکنید، 6 تا 10,000 دلار حقوق ماهیانتونه، 7,000 دلارش رو نگیرید، ولی بقیهش رو بگیرید که اجاره خونتون رو بدید. البته خانم حسینی، من منظورم به خودم، اجاره خونه در مورد خودم دارم میگم. توجه میکنید؟ این که غیر ممکنه که من اگر بخوام کار بکنم فقط و فقط بگم که این آخوندا که میگن نمیدونم با صلوات کار میکنن، با صلوات که نمیشه کار کرد که. ولی من بازم چون میدونم وقتم تموم شده، آقای افشین جان، امیدوارم که یک بار دیگه شما دعوت بکنید تو این مرحله آینده. گذشته از این که خانم دکتر حسینی باشن، آقای دکتر نقره کار هم باشن که به نظر من صاحب اصلی هستن، و اونجا بشه صحبتی رو کرد. و من در اینجا از تلویزیون ایرانیان کانادا ضمن سپاسگزاری بسیار خواهش بکنم که 30 ساعتم وقت بیشتر بگذارم که به من 1.5 دقیقه وقت برسه. در خدمتتون هستم با آرزوی این که حتما موفقیت بسیار
به وجود بیاد. بله، خیلی ممنون. حتما من این فرمان شما رو به گوش میگیرم و حتما سعی میکنیم که انجام بشه با حضور آقای دکتر نقره‌کاه. شما یه مطلب مهمی رو اشاره کردین، مشکل اپوزیسیون که همه کار میکنن، فقط روزای یک شنبه میشنن دوره هم مطالبی رو مطرح میکنن تا هفته آینده، و این موضوع من توش بودم و هفته بعدم حرفای بسیار قشنگی هم زده میشه و الانم هنوزم که هست همون افراد، دکتر لاجوردی، خانم حسینی، از ما ایراد میگیرن. خود ما الان بهشون بگین شما بعد از این 12 سال 14 سال شما یه دونه سایت دارین، شما حتی میتونین بدون یک هفته پول جمع کردن یه برنامه تلویزیونی بذارین، باور کنین نه. و همه اینا هستن که ما رو دارن میکوبن. بنابراین داشتن اون بودجه که شما اشاره کردین باید باشه. به نظر من 90% سازمان هایی که از بین رفتن به خاطر که پول نداشتن، فقط و فقط اومدن حرفای قشنگ زدن و رفتن. حالا من وقتم خیلی کمه، خیلی سریع میخوام بگم دکتر، برای بینندگانم میگم، شما حتما وارد هستین، شورای تصمیم 6 تا اصل داره که همه این اصلا رو بهش اعتقاد دارن، همه اونایی هم که به ما سرکوب میزنن، ما رو اذیت میکنن، میتونم بگم که من واقعا نمیخوام دهن به دهن اونا بشم، برای اینکه واقعا نمیخوام خودم در اون سطح بیارم پایین. 1، گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش های اعتراضی مردم، در پرانتز گذار خشونت پرهیز با حفظ دفاع مشروع. این یه چیزی که همه ما میخواییم، همه منم توی برنامه همون نوشتیم. 2، حفظ تمامیت ارضی کشور با تأکید بر نظام غیر متمرکز. بعضی از ما ایراد میگیرن آقا چرا نظام غیر متمرکز گذاشتیم؟ گفتیم اگر نظری میگفتن آقا شما تکلیفتون چیه؟ بنابراین اینم اضافه کردیم و از ما ایراد میگیرن که چرا اینو اضافه کردیم. 3، جدایی دین از حکومت. 4، فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5، تلاش برای برپایی نظام دموکراتیک و انتخابی. بعد توی پرانتز نوع حکومت با آرای مردم، یعنی همون چیزی که همه ما سالهاست راجبش گفتیم، من اینو میخوام، اونو من، اون یکی اونو میخوام. نه، ما باید به اصطلاح نوکرهای مردم باشیم، مثل همین که من کشوری که من الان توش دارم زندگی میکنم، ادمنستریشنش، رئیس، نخست وزیرش، تمامشون نوکرهای مردم هستن. فقط ما در ایران داریم که خامنه ای رئیس تمام مردم هست، فقط یک نفر هست. 6، آخرین، اجرای کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن با تأکید به حفظ محیط زیست. یعنی این دیگه تقریبا کاملش میکنه. محیط زیست ما اضافه کردیم برای اینکه مطرح نشده در اون میثاق حقوق بشر. وقت ما تموم شده. دکتر لاجوردی، شما 1 دقیقه اگه ممکنه یک نظر بدی. همین هم از مهندس فرزاد سپاسگزارم که به ما وقت میده. بفرمایید، خواهش. من 1 دقیقه وقت میدم. آرزوی موفقیت میکنم. بسیار بسیار همونطوری که اول عرایزم هم گفتم، امیدوار هستم که همه جور موفقیت باشه. ولی یه نکته رو ناگزیر بگم، شاهزاده رضا پهلوی در طی این 40 سال گذشته چند تا واژه استفاده میکنه. دموکراسی خوب است، آزادی خوب است، جمهوری اسلامی بد است، اتحاد خوب است. من فکر کنم که هیچ کدوم اینها ازش ایراد نمیشه گرفت، همشون عالیه، ولی راهی به جایی برده بشه مهمه. در امیدوار هستم که در شورای ملی تصمیم این راه برده بشه و عملگرایی انجام بشه. خیلی ممنون خانم حسینی. وقتمونم به من اطلاع دادن که نیست، فقط یک جمله میگم و این تموم میکنم. مرا به خیر تو، من 1 دقیقه وقت میخوام آقای. مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. اینا به اون افرادی میگن که
اخیرا به ما حمله میکنن. نمیخوام بیشتر از این صحبت بکنم. خانم حسینی، من از آقای مهندس میخوام که این یه دقیقه رو به شما بده، به من نده، به شما بده، بفرمایید. ممنونم آقای مهندس فرزاد. آقای لاجوردی، به نظرم در مورد جنبش ها یک بحث باید بشه و من بیشتر توضیح بدم که منظور چی هست. به نظر من دو راه بیشتر نیست، یا خودزنی، خودمون رو بزنیم، بر علیه خودمون کار بکنیم، یا با جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم. اگر بخوایم با جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم، هدف باید بسیج عمومی باشه. بسیج عمومی راهش از خیابان و راهش از زندان ها میگذره و غیر از اون چاره دیگه هم نداره. بسیار خوب، خیلی ممنون دکتر لاجوردی. خانم حسینی، سپاسگزارم. باز هم همدیگر به زودی خواهیم دید. به امید دیدار.